جناب استاد، حضور وزرای سرپرست بیشتر از یک سال هنوز هم بحث حاکمیت قانون در افغانستان هست؟ بحث حاکمیت قانون فکر میکنم که یک بحث بسیار پیچیده و در پهلویش یک بحث است که تا حال صرف در قالب الفاظ و عبارات باقی مونده. بدون شک سرپرستی یک دفتره که تعداد زیاد پرسونل داره، پروگرام داره، استراتژی داره و روی اهداف دراز مدت کار میکنه. نباید به انسان گزینه هایی را که خود رئیس جمهور ترجیح میده در دستش قرار بده. البته بدون شک دولت قوه اجرایه مجبور و مکلف بود که در زمان تعیین شده و بر مبنای تقاضای پارلمان افراد را که شایسته و لایق است و با فساد آغشته نیست به مجلس پیشکش بکنه و در صورت که رأی موافق بگیره میتونه که همو یک بخش ناتکمیل شده قوه اجرایه را تکمیل بکنه. اما باید مشخص شود که رئیس جمهور روی چی دلایل علاقه نداره که بخش های سرپرستی را وظیفه‌ش به افرادی که رأی از مجلس میگیره بسپاره. پس شما فکر میکنید رئیس جمهور افغانستان علاقه نداره؟ رئیس جمهور نه تنها این کار در دور 15 نکرد که اکنون در طول یک سال گذشت و بعض فرصت های وقت هایی که برای دور 16 در آغاز کارش بود این کار نکرد و من فکر میکنم که رئیس جمهور بیشتر منتظر نتایج صلح است که اگر در صورتی که به یک صلح دست پیدا میکنه این صلح چی با طالبا باشه چی با یک جنای دیگه مخالف دولت احتمالاً این پست ها یا این پست ها برای اونا شاید به عنوان یک بخش که جزء ائتلاف هستند گذاشته شود. من زیاد فکر نمیکنم که حکمت دیگه برای از این که کسایی را کاندید نمیکنه وجود داشته باشه. با وجود انتقاد شدید مطبوعات، جامعه بین‌المللی و مجلس ملی هنوز هم رئیس جمهور علاقه نداره یا نتونسته یا نخواسته که کس را کاندید بکنه. از این سه موارد کدامش علاقه نداره؟ من بیشتر فکر میکنم که رئیس جمهور بدون شک کاندیدای خود داره، اما بیشتر به این باور است که چطور میشه در سر یک معامله که به نام صلح صورت میگیره با گروه های مخالف یا کسی که با دولت ائتلاف میکنه برای به عنوان یک پیشکش ایده براشون تقدیم بکنه. حتی ما میبینیم که بعضی پست های مثل کمیسیون حقوق بشر که فعالیت های از اونها خیلی گسترده است باید افراد تعیین میشد که تال نشده. آقای رحمانی، تقصیر این که هنوز دولت افغانستان برخی از وزارتخانه هایش با سرپرست رهبری میشه و دوش مجلس نمایندگان و یا معرفی نکردن حکومت افغانستان. یک بار دیگر قبل از این سوال میخوایم قابل یادآوری بدانم که با رسانه‌های حکومت افغانستان طبق معمول که ما تماس میگیریم متاسفانه کسی را در بحث داشته نمیباشیم. بفرمایید آقای. من فکر میکنم که بخوایم تقصیر معرفی نکردن وزرا را یا نامزد وزرا را برای مجلس نمایندگان بگذاریم این امر یک امر خلاف عقله، خلاف منطقه. و مجلس نمایندگان هم در دوره قبلی تا جایی که من یادم است هم در این دوره ما چیز حدود 40 روز به نوعی اعتصاب کردیم، اعتراض کردیم و مکررن از حکومت خواستیم، هنوز هم میخواییم و خوشبختانه بازم رئیس جمهور در آخرین سخنانی و در آخرین صحبتشان گفتن که من بعد از انتخاب هیئت اداری شما مطمئن باشید که من نامزدها را میفرستم و آوازه هایم هست. این را اگر به گردن مجلس نمایندگان بگذاریم به انصافی هست. من فکر میکنم که ولی خصوصی که از جانب دیگه میشه درگیری های داخل مجلس است به هیچ وجه این قضیه تاثیر نداشت. شما میدانید که وقتی که ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شد نامزدش و همچنین بانک و عضو محترم کمیسیون قانون اساسی، شما دیدید که مردم رای دادن و وکلا به یک نحوی شگفت انگیزی و حتی یک تمایل معطوف به مبالغه از خود نشان دادن. اولین بار است که یک نفر در مجلس افغانستان 208 رای میبره و این بسیار یک ریکارد است و همین رقم پایین ترینش 170 یا 150 است، مدقن آماری دستم نیست. میخوام این مجلس علاقه داره، بارها هم خواسته اینا. فکر میکنم این از نوعی حکومت بوده و از نوعی رئیس جمهور بوده که اونا تا هنوز برغم تقاضاهای مکرر، یک واقعیت است، برغم تقاضاهای مکرر ولسی جرگه هنوز که هنوز هست. دریافت عضو ولسی جرگه افغانستان چی است؟ چرا رئیس جمهور افغانستان نمیخواد عضو رو معرفی؟ واقعا ما نمیفهمیم. مدامی میان که من نشستم نمیفهمم. وظیفه رئیس جمهور است، صلاحیت رئیس جمهور است، حتی وظیفه رئیس جمهور است. ما هیچ که وزرای را که وزارتخانه‌ای را که وزیر ندارند باید برای اونا نامزد معرفی بکنه.
قانون اساسی او رو مکلف میکنه، یعنی جزء مکلفیت های رئیس جمهور است. و من فکر میکنم که بارها و بارها این تمایل و این تذکر بهش داده شده که رئیس جمهور باید این وظیفه خود را انجام بده. اما این که چی رازی پشت از این قضیه خفته است، جناب استاد فرمودند که این پست ها خالی است به خاطر از اینکه اگر یک معامله احتمالاً صورت میگیره این پست ها مثلا توسط کسانی پر شود که اونا چی هستند. من فکر میکنم که از یک لحاظ یک کمی استدلال خدشه داره و احتمال هم داره. ببینید پست هایی که عمدتاً خالی مانده اینا عمدتاً از یک کتله قومی خاص هستند. اگر قرار شود که این پست ها را مثلا به گروه های که در مصالحه و در معامله وارد میشن به اونا داده شود، بنابراین یک مجموعه دیگر باید ما باز برش یک پست های اضافه تری تعریف بکنیم و الا اونا میرن. من فکر میکنم که این یک راز سر به مهریه که عمدتا باید از سخنگویان رئیس جمهور سوال شود. من نظرم سخنگویان رئیس جمهور را نمیفهمه، خود مقام محترم ریاست جمهوری باید توضیح بده که برای چی تا هنوز تعداد از افراد به عنوان سرپرست هستند، در حالی که ما هیچ نوع قانونی برای سرپرستی نداریم که بگه یک نامزد میتونه یک سال به عنوان سرپرست باشه، اجرا بکنه به عنوان وزیر. سپاس. وقفه کوتاه بینندگان عزیز، پس از وقفه همراهی ما کنید.